بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. اگر احیانا مسئله به این است که مخالفت با خمینی فقط میتونه هدف باشه هر رجاله فاسدی که مملکت ما رو به این بدبختی و بیچارگی انداخته، امروز مخالف رژیم خمینی است. همون هایی که ایران رو به این بدبختی و بیچارگی انداختن امروز مخالف. بنابراین مخالفت با رژیم خمینی که ملاک عمل نیست، هدف نیست. با درود فراوان به شما، در بررسی مهاجرت بزرگ ایرانیان به خارج از کشور که به سبب عدم رضایت از آنچه که انقلاب اسلامی نامیده می شود و در کشور ما به وقوع پیوسته، برمیخوریم به فعالیت ایرانیان خارج از کشور. این فعالیت ها جنبه های کاملا متفاوتی داشته و دارد، زیرا طیف گسترده از هموطنان ما که به خارج از کشور کوچ کردند اشخاص سیاسی نبودند و صرفا در ارتباط با نجات جان خودشان و با فاصله گرفتن از ناهنجاری هایی که رژیم اسلامی به وجود آورده تصمیم به ترک وطن گرفتند. این طیف بخصوص اکنون هم پس از گذشت 36 سال اکثرا برای دیدار با فامیل و یا رسیدگی به اموال جامانده خودشان به ایران سفر می کنند و شاید در این بین، یعنی در طی این 36 سال چیزی حدود 5% این هموطنان ما برای اقامت دائم به ایران بازگشتند. ولی شاید جالب است که بدانید مهاجرین جدید دو برابر عده‌ای است که تصمیم به بازگشت به ایران را گرفتند. حال دلیل بازگشت هموطنان ما اکثرا افزایش مشکلات زندگی در خارج از کشور است. به هر حال به غیر از این اکثریت خاموش، عده‌ای از هموطنان سیاسی و ناراضیان داخل کشور هم طی 3 دهه گذشته به خارج از کشور آمده و به جرگه اپوزیسیون پیوستند. اپوزیسیونی که اصولا نوپاست، زیرا اپوزیسیون دوران رژیم گذشته اکثرا در زمان انقلاب به کشور بازگشتند و اپوزیسیون جدید پس از انقلاب میبایستی که از صفر پا میگرفت و اینجاست که ما شاهد تحرک اقشار مختلف کوچ کننده شدیم. اول دکتر بختیار که 6 ماه بعد از انقلاب از مخفیگاه خودش در ایران بیرون آمده بود، با هواپیمای ایر فرانس و با پاسپورت فرانسوی ایران را ترک کرد. او پس از چند ماه فعالیت خودش را در پاریس شروع کرد و نهضت مقاومت ملی را پایه‌گذاری کرد. من پس از آگاهی از این حرکت او جهت تهیه گزارش تلویزیونی به پاریس رفتم و اولین مصاحبه‌های تلویزیونی خارج از کشور را با او ثبت کردم. آماده کردن و تدارک اتاق مصاحبه با شادروان دکتر بختیار با همکاری زنده‌یاد سروش کتیبه و شهریار قمری. آقای بنی صدر هم به همراه مسعود رجوی با هواپیمای نظامی به پاریس آمدند و به همراه قشر گسترده‌ای از فعالان سیاسی قدیم و جدید، اپوزیسیون جدید را در مقابل با رژیم تهران پایه‌گذاری کردند. در این بین نیروهای نظامی رژیم گذشته و ده‌ها فعال سیاسی رژیم سلطنتی هم به طیف اپوزیسیون پیوستند که هر کدام داستان خودشان را دارند. و متأسفانه باید بگویم که امروز پس از گذشت 36 سال کلیه این فعالیت‌های اولیه اپوزیسیون فروکش کرده و هیچ حزب یا نیروی متشکلی و هیچ آلترناتیوی برای رژیم تهران در خارج از کشور به وجود نیامده. ولی ما در این 36 سال تجربه بی سابقه‌ای را پشت سر گذاشتیم. پس از گذشت چند سال
آمدن فعالین ناراضی انقلابی به خارج از کشور که به اپوزیسیون پیوستند چهره متفاوت از اپوزیسیون اصلی را به ما نشان داد. البته رسیدگی به این دگرگونی ها از عهده ما و این برنامه بر نمی آید، اما می توانیم امروز و در طی چند هفته آینده نگاهی گذرا داشته باشیم به فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور. در آغاز می نشینیم پای صحبت دکتر محسن سازگارا که از برنامه گذشته به دلایل خروج خودش از کشور اشاره می کند. ولی کشتن زهرا کاظمی بعد از تجاوز و شکنجه جو بین المللی درست کرده بود که درست فشار بیاورد به حکومت و البته دلایل دیگه هم داشت، من جمله اعلام تحسن بچه های پلی‌تکنیک که دانشگاه داشت باز می شد و گفته بودن تحسن از همه دانشگاه بیان برای فلانی که شایع شده بود مردم در اتصاب غزه. به هر حال آزاد شده با وثیقه 600 میلیون تومانی. البته شده بودم دیگه 40 کیلو، یعنی 73 کیلو رفته بودم توی زندان، 40 کیلو اومده بودم بیرون. و بعد اون سحب قند کار خودشو میکرد، یعنی هارد دیسک شما رو حفظ میکرد. بله، شما اگه قند نخوری، اگه آب اصلا نخوری، یعنی میگن حساب غذای خوش، شما 4 روزه میمیری. بله، چون هوا نباشه 4 دقیقه میمیری، آب نباشه 4 روزه میمیری. ولی اگه آب بخوری و هیچ چیزی نخوری از ظرف 10-11 روز، بدن اینکه به مغز خوراک نمیرسه، مغز شروع میکنه در واقع میره توی حالت کما. البته به محض اینکه قند بهت تزریق کنن، سرم بزنن، مغز فعال میشه، راه میفتی، ولی از هوش میری. ولی اگر قند بخوری و آب بخوری، بدن شروع میکنه اول چربی ها رو سوزوندن، انرژیشو تامین میکنه، چون 2000-2500 کالری روزانه مصرف آدم. بعد شروع میکنه پروتئین ها رو سوزوندن و زنده میده، ولی مغز کار میکنه. من در اون حالت سابقه از بازجویی پس میدادم. بازجویی باید شیشتون شما آلرت باشی برای اینکه کلا سرت میذارن اگه حواست نباشه، و حقوق بازم هستن بازجویی که شما رو بازجویی. ولی اصولا 12-1 صبح 2 صبح شنیدم وسط خواب اشخاص رو بیدار میکنم، میارن اونجا خودشون خوابیدن، استراحت کردن. بله خب، و بعد هم نان استاپ گاهی شما رو 15 ساعت نگه میدارن، دائما سوال جواب. البته با من مؤدب و مهربون بود، مهربون به این معنی که داد و بیداد میشد ولی کتک نزدن. با. اما بسیاری دانشجوهایی که با من دستگیر کرده بودن رو کتک هم زده بودن، فشارم بهشون آورده بودن. بعضیشون که به من دوستای نزدیک دارندن فشار آورده بودن، بیا اعتراف تلویزیونی بکن، فلانی عامل اسرائیل، نمیدونم از این کارا. ولی منو کتک نزد، چون هنوز مجلس اصلاحات بود، هنوز بعدم احتمالاً میدونسه بالاخره یه روزی بعد من نشون مردم بدم. برای من پاییز اون سال که آزاد شدم، دکتر قلب من به من توصیه کرد، بیمارستان بستری شدم، بیمارستان مهر، دکتر قلبم به من توصیه کرد، یه اکو کرد، گفتش که چون چند بار تو زندان فینت کردم رفتم، گفت فلانی من قلب تو رو باید یا آنژیوگرافی دیگه بکنم و به احتمال زیاد جراحی دوم احتیاجه، چون پیوندر جرای رگ قلب باز سرمون تعطیل جامعه کرده بودم، ولی توصیه بهت میکنم برو خارج، برای اینکه جراحی دوم ریسک 30% داره، بهتره بری خارج عمل کن. دکتر چشمم، من بیماری کراتوکون از جوونیم داشتم، کراتوکونوس در واقع قوز قرنیه، کانتاکت لنز باید بزنم. دکتر چشمم هم گفت این چشم راست تو جراحی میخواد، پیوند قرنیه میخواد، دیگه خطرناک شده، اینجا میکنیم ما، ولی بهتره بریز. خیلی هم خوب نشونی داد، گفت بهتره بری مورفیلد آی هاسپیتال لندن، تکنولوژی خاصی برای انتقال قرنیه دارن و اگه بری بهتر. این شد که من یه شماره تلفنم داشتم از بازجو که ما را آزاد کرده بودن، یه تلفن سلفون در واقع دستی، زنگ زدم بهش گفتم که ببین فلانی، دو تا دکتر من میگن بهتره بری خارج عمل کنی، به صلاح شما هم هست که پاسپورت منو پس بدید، ممنوع الخروجی رو رفع کنین، من برم جراحیمو بکنم برگردم. اگه نکنین من شروع میکنم به مصاحبه، حالم که بچه بیمارستان خوب شه، بیام بیمارستان بیرون، میگم آقا من رسیدگی پزشکی احتیاج دارم، شما نمیشه.
و دستگیریم سخت‌تر میشه براتون. و اگه رفتم اون خارج دو حالت داره، یا برمیگردم 600 میلیون تومان هم وثیقه داریم، منزل پدرم و برادرم و وثیقه برداشتین، و اگه برگردم چه خوب برگشتم باز تو دست شما، اگرم بر نگردم خوش به حال شما میشه، برای اینکه یه مخالف دیگرم فرستادین خارج. گفت اون بازجوی ما به من که فلانی این از سطح تصمیم گیری من بالاتر، من باید با رؤسامون چک کنم. و تا اونجا که من میدونستم، من فهمیده بودم شخص آقای خامنه ای تصمیم میگیره. یه 41 روزم طول کشید تا یه روزی زنگ زد به من که کی خونه ای، پاسپورت میارن در خونه میدن، ممنون خودتو رفت کردیم، اجازه داری بری. بله وقت دیگه از شر شما خلاص شایدم. من اومدم انگلیس بودم و واقعا قصد این بود که یک سال بمونم، این دوتا معالجاتم رو بکنم و بعد برگردم. و البته در این فاصله دوستانی که در خارج هستن، مبارزینی که در خارج هستن و آشنا بشم، همه رو ببینم، همه طیفا رو با. و سعی کنم که برای ایده تغییر قانون اساسی کشور، رفراندوم روی قانون اساسی، همراه پیدا کنم در خارج. و بعدم یه چرخی هم زده باشم ببینم جامعه بین المللی رو ما چجور میتونیم بسیج کنیم. برای اینکه به نظر من هیچ جنبشی در هیچ کجای دنیا پیروز نشده مگر از سه بازیگرش، مردم، حکومت و جامعه جهانی، مردم موفق شده باشن که جامعه جهانی رو بیارن پشت خودشون. اون فرصت یک ساله که در انگلیس بودم، دو بار جراحی روی چشم راستم کردم، یک بار هم در واقع معالجاتی که چون وضع معده و اینا من به هم خورده بود، دستگاه گوارشم آقای دکتر ثابتیان خدا رحمتش کنه اون درمان کرد ما رو، و قلب رو هم دوستان پزشکی که بودن به هم توصیه کردم بهتر برای جراحی قلبت بری امریکا. این شد که یک سالی که انگلیس بودم این معالجات تموم شد، بحث جنبش رفراندوم هم مطرح شد. یعنی 8 نفر یه متن رو امضا کردیم، 2 نفر خارج بودیم، من و خانم کار، 6 نفر داخل ایران بودن، 4 نفر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دانشجویی بودن، جنبش دانشجویی بودن، در واقع 2 نفرم آقای زرفشان و آقای دکتر ملکی بودن. این 8 نفر یه متن رو امضا کردیم که آقا اصلاح کشور در چارچوب قانون اساسی در هیچ جهتی متصور نیست و نیاز به رفراندوم رو قانون اساسی. روی این یه سایت هم درست کردیم 60million.com، اینو گذاشتیم رو که هر کی موافقه امضا کنه. بیش از 300 نفر از فعالین سیاسی در خارج از ایران، تقریبا از تمام طیفا امضا کردن، موافقت کردن با این، گفتن این راهکار خوبی است. امضاها رسید به 36000 تا اون موقع، منتها رژیم بلا فاصله در داخل بلاکش کرد. اون موقع هم هنوز این فیلتر شکن و اینا خیلی نبود که بچه ها راحت بتونن دور بزن، به همون جا به هم دلیل متوقف شد. وگرنه ما میخواستیم بریم به 700000 امضا و بعد این رو به جامعه جهانی هم ارائه بکنیم. این کارم کردم، البته مصاحبم کردم که من برمیگردم ایران معالجاتم تموم شد، که یادم بی بی سی از من پرسید دوباره میگیرنت؟ گفتم به قول داستان کدو قلقل زن، من اومدم خارج چاق بشم، چله بشم، برگردم گرگ منو باز بخوره، هیچ مشکلی ندارم، بگیرنم باز اتصاب غذا میکنم. اومدم امریکا به دعوت واشنگتن اینستیتو، مؤسسه واشنگتن، برای یه به اصطلاح ریسرچ فلو ریسرچر، یک محقق میهمان 6 ماهه. برای من مزیتش این بود که غیر از اینکه میمدم واشنگتنم آشنا میشدم ببینم که چه خبرم واشنگتن هست، فرصتی هم بود که بیمه خیلی خوبی به من میدادن. بله، در آمریکا، در آمریکا بله. چون بیمه میخوای شما اینجا بله. گران همه چی، که معالجه قلبم هم انجام دادم در اون تابستون سال 2005. مقارن شد با سرکار اومدن آقای احمدی نشان. شاید اشتباه من بود، اواخر شهریور ماه دیگه کارم هم تموم شده بود، کار قلبم هم کرده بودم و مصاحبم مثلا با واشنگتن پست کرده بودم که من برمیگردم. پشت تلفن هم به بعضی دوستان هم به مادرم صحبت میکردم، مرحوم مادرم صحبت میکردم که من دیگه کارم تمومه و بلیطم هم گرفتم، ماه اکتبر برمیگردم، ماه مهر. ظرف 1 هفته تو ایران فورا اینا سرهم کردن، 6 سال در قیاب برای بنده زندان بریدن.
بله، چون قصد بازگشت داشتید. بله، باید بله. حتما در واقع سیگنال روشنی دادن که بر نگرد. دقیقا. من البته باز با سابقم گفتم من بر میگردم زندانم هم بکنید سابق عذاب میکن. ولی بسیار دوستانمون دیگه از ایران با من تماس گرفتن، بچه های فعال در داخل، گفتم فلانی فضا دیگه عوض شد. بله. اگه برگردی میگیرنت، قطعا میگیرنت، با مسئله رفراندوم هم که بودی. این دفعه اتصاب غذا شوخی نمی کنن، واقعا می کشنه توی زندان. بهتره یه خورده بمون و اگه راست میگی برو دنبال این که یه تلویزیون را بندازی در خارج. ازت هم میاد، سابقه هم داری، مدیر رادیوم بودی و کار مطبوعاتی هم کردی. برای پذیرفتم، چون دیگه عصر قهرمان بازی هم گذشته که آدم بگه حالا میرم مثلا قهرمان میشم، بعد آدم ببینه کجا مفیدتره. این شکل تصمیم گرفتم بمونم. دانشگاه ییل یکی از دوستان های دکتر احمدی کمک کرد، یه فلوشیپ یک ساله به ما داد، چون تموم شد واشنگتن اینستیتوت، رفتم شهر نیو هیون. همزمان که محقق میهمان بودم در دانشگاه ییل و سال بچه‌ام در دانشگاه هاروارد، شروع کردم به این که چگونه میشه یک تلویزیون ماهواره‌ای شش دنگ خانواده را انداخت، با داستان جداگانه‌اش با دو بانک هم توافق کردیم که سرمایه گذاری بکنن در امریکا. یه تلویزیون خب هزینه داره با. ولی خورد به بعدن کرش بانک ها و منتفی شد با. که خب اون کار به جای نرسید، ولی اینطوری شد که موندگار شد با. و توی این سالیان البته حالا غیر از اون کارهای مطالعاتی که خودم میخواستم بکنم، سعی کردیم حالا انقدری که از خارج از دستمون برمیاد کارهایی که در خارج میشه کرد، یعنی مثلا انتقال یه سری دانش ها و مطالعات با. که هممو گذاشتم روی مطالعات مبارزات مدنی، مقاومت مدنی، سیویل رزیستنس، و سعی کنم که تجربیاتی که در دنیا شده الان امروز واقعا به شکلی که علم در اومده این رو منتقل کنم به ایران. این وسط خوب جنبش سبز اتفاق افتاد، درست، اطلاع رسانی رو گذاشتم نصب العینم، چون دشمن استبداد اطلاع رسانیه به هم دلیل مستبدین اول با. راه اطلاع رو میبندن، رو ماهواره ها پارازیت میفرستن، اینترنت رو سانسور میکنن، روزنامه ها رو میبندن. و لذا تصمیم گرفتم که هر شب یه نیوز بریفینگ 10 دقیقه‌ای ضبط کنم بذارم روی اینترنت و به سهم خودم، کار کوچیکیه ولی یه تحلیلای کوچیکی هم توش بذارم. ضمناً آموزش‌های مقاومت مدنی رم در دوره جنبش اصلاحات اندل اختزا منتقل کنم، که خوشبختانه اون کار از روزی که شروع کردم الان 5.5 سال ازش میگذره، من شاهدش هستم، 7 روز بلد. هفته و نان استاپ بدون توقف تا الان بینندم داره به اندازه کافی رو اینترنت. بله، یعنی رسانه کوچیکیه که خودم دارم، هر شب که میگذارم 206,000 نفر 206,000 لایک توی صفحه فیسبوکش هست. هر چیزی که روی فیسبوک میذارم دوره بر 20,000 نفر 30,000 40,000 نفر بس به داغی خبر نگاه میکنن، 3,000 خورده یادم آبونه هستن از یوتیوب و رو سایت خودم میذارم. و برای یه ایمیل گروپ صداشو البته که بیشتر ایرانن، 25,000 نفری هم هر شب ارسال میشه. حالا دیگه چقدر شیر کنن، چقدر ری ایمیلش بکنن و اینها دیگه نمیدونم. و بعدم انتقال عرض کردم دانش و اون بخش دیگه کاری که در خارج از کشور میشه کرد، غیر از انتقال دانش و خبر و اینها به داخل، ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، مبارزین کشورهای دیگه، گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی، مقامات سیاسی، پارلمان‌ها غیره، این هم بخش دیگه ای از اشغال بنده. بله، به این ترتیب بود که شما مقیم آمریکا شدید و به کوچ کنندگان به هر حال پیوستید، فقط تفاوت شما با دیگران اینه که شما یه موقعی در رأس مقام‌های حکومتی بودید و بعدم یکی از پایه‌گذاران سپاه که با ایده خودتون سپاهی رو البته جور دیگه در نظر گرفته بودید، امروز به عنوان دشمن اصلی در ایران بهش نگاه میکنن. به هر حال به این دلایل شما در اون موقعیت بودید و امروز به ما پیوستید. خوشحال شدم که شما جزئیاتش رو برای ما توضیح دادید. خواهش میکنم. این رو هم عرض کنم در انتها، به نظر من با این دوگانه سازی هایی که
توی فرهنگ ما هست هیچ موافقتی ندارم. منظرم غیر دموکراتیکه. دوگانه سازیایی مثل مثلا داخل ایران خارج ایران. بله، میفهمم. داخل حکومت بیرون حکومت، داخل زندان بیرون زندان، نمیدونم. مهم این نیست که کسی کجا ایستاده باشه. مهم این است که اولا ما مردم رو طیف ببینیم، سیاه و سفید نکنیم. هر کس یه ظرفیتی داره، یه اندازه‌ای داره. هر کسی میتونه به سهم خودش به پیشرفت جامعه، برآمدن دموکراسی، آزادی کمک بکنه. و نکتهش این است که آدم جایی که ایستاده بتونه حد اکثر مفید بودن رو داشته باشه. لذا من دیدم گاهی بعضی دوستان خط میکشن اینا داخل کشوری یا اونا خارج کشوری. نه، هر با شماست، فقط هیچ تفاوتی نمیکنه. آدم مهم این است که درست سعی کنه که به تناسب توانی هم که داره بره. ادعاهای گنده گندم نکنه، به اندازه بره. زوری که داره، امکانی که داره بره. بتونه به سهم خودش قدمی برد. نه فقط آقای سازگار، در ارتباط با تحقیقاتی که ما میکنیم، برنامه‌ای که من دارم، به هر حال طی این 36 سال یک گپ بزرگی بین ایرانیان خارج کشور با داخل کشور به وجود اومده. این گپ رو شما نمیتونید نادیده بگیرید. یعنی نسل جوانی که امروز به خارج میاد، ما به وضوح میبینیم که دیدگاهش اصلا در یک مسیری است که ما باید باهاش آشنا بشیم. توجه کردید؟ همین چندی قبل بگم، برای اینکه برنامه رو میخوام به پایان برسونیم، من کسی رو استخدام کردم که تازه 10 سال بعد از انقلاب به دنیا آمده، به خارج اومد، در دفتر ما کار میکرد، با آرشیو ما سر کار داشت و برای پیدا کردن عکس ها ما برای آرشیو در تلویزیون مرتب ازش یاری میگرفتیم. فقط خب دیدم شناخت کمی داره و مثلا آقای تیمسار مدنی رو تصویرش مرتب با کس دیگه اشتباه میکرد و بعد اومد گفت من پیشنهاد میکنم برای که کار بهتر بشه، گفت شما بهتر یک فایل ضد انقلاب در اینجا درست بکنید. و من میخوام بگم دیدگاه کاملا متفاوته. ما در اینجا چیزی به عنوان ضد انقلاب یا فایل ضد انقلاب بین موافقین و مخالفین نداریم. این امیدوارم البته به اینجا دیگه به نظر من کوشش و زحمت امثال شما میتونه خیلی نقش ساز باشه. یعنی روزنامه نگاران، اهل رسانه، بهترین کسایی هستند که میتونن به خصوص با تکیه به ابزارهای نوین. یه وقت بود 50 سال پیش بود یه رادیوی موج کوتاه حد اکثر امکانی بود که میشد ارتباط برقرار کرد. یا قبلترش پدران ما در مشروط روزنامه رو مثلا در ترکیه و استانبول منتشر کنن با گاری برسوننش به ایران. ولی امروزه در عصر اینترنت، تلویزیون، ماهواره‌ای و غیره، به نظرم اهل رسانه مهمترین آدمایی هستن که می توانند آنچنان ارتباط رو خوب حفظ کنند، هم دیدگاه ها و فهم و فضای خارج رو برای داخلی ها توضیح بدن و هم فضای داخل رو به خارج. این کاریه که ما سعی میکنیم. بله، سعی میکنیم این فاصله، که این فاصله ای که میگی کم بشه، کم بشه که امکان داره سعی میکنیم. به هر حال با سپاس فراوان، ممنون از شما. خیلی خیلی برای وقتی که خوشحال شدم. متشکرم. و اما طی این 36 سال فعالین زیادی بودند که در عرصه اپوزیسیون فعال و صاحب نظر بودند، از جمله دکتر محمد درخشش. محمد درخشش پس از خروج از کشور به پاریس رفت و پس از آن به آمریکا آمد و در واشنگتن اقامت کرد. دختر او ستاره درخشش که حقوقدان است، هم اکنون مدیریت صدای آمریکا را در واشنگتن به عهده دارد. محمد درخشش از فعالین انقلابی سالهای دهه 40 ایران است. معلمی مبارز بود و در آن سالها درخشش در کابینه دکتر امینی به سمت وزیر فرهنگ انتخاب شد. محمد درخشش پیگیر حقوق زحمتکشان و معلمین بود. من 32 سال پیش نظر او را در ارتباط با جامعه ایرانی خارج از کشور جویا شدم. دیدن این مصاحبه شاید آغازی باشد تا شما را با فضای سیاسی 3 دهه گذشته خارج از کشور نزدیک کند. آقای درخشش، خواهش میکنم نظرتون رو در مورد فعالیت جامعه ایرانی در خارج از کشور بفرمایید. بنده اجازه میخوام در این باره، درباره کلیه ایرانیانی که در خارج کشور هستند
که ایرانیانی که اینجا هستن اونها هم جزشون هستن صحبت کنم. با کمال تأسف باید عرض کنم که تا به حال اون چیزی که وظیفه ایرانیان خارج کشور بوده و اون چیزی که به نام مبارزه بوده انجام نشده است به هیچ عنوان. و ایرانیان خارج کشور یعنی ما که آزادی کامل داریم، ما به رژیم خمینی امکان دادیم به این که نوع حکومت کردن رو یاد بگیره، در صورتی که رژیم خمینی در شرایط اول در شرایطی زندگی میکرد که هر آن فکر سقوطش بود. کاملا صحیح. ما به این رژیم امکان دادیم که اشتباهات خودش رو جبران بکند، ما به این رژیم امکان دادیم که ارتباطات خودش رو با حکومت‌ها مستحکم بکند. بنابراین غفلت ما مانند گذشته که ما غفلت کردیم و گناه ما بوده که انقلاب ملت ایران به دست خمینی سقوط کرد، درست داریم در شرایط فعلی 3-4 سال است که از این حکومت می‌گذره در خارج کشور همون غفلت‌ها رو تکرار کرد. علت این کار این استش که بنده باید با کمال صراحت عرض کنم که تا این تاریخ اپوزیسیونی در خارج کشور به وجود نیامده. اگر احیانا ما توجه کنیم ببینیم که مفهوم و منظور از اپوزیسیون چیه، اپوزیسیون عبارت است از یک نیرو و یک قدرتی که دارای برنامه معین و عرض شود که نقشه معین باشد و آگاهی کامل به درون و اندرون ایران و اندرون رژیم داشته باشد و طرح و برنامه‌اش رو طوری تنظیم بکند که بتواند با اون رژیم مبارزه بکند. و این اپوزیسیون بایستی ایثارگر باشد، فداکار باشد و نام مبارزه رو بی خود با این کارهایی که در خارج انجام میشه ما آلوده نکنیم. این که برداریم اعلامیه بدیم، برداریم روزنامه فارسی بنویسیم، برداریم هر شبت که به مناسبت شب عید پیام بفرستیم، اینا یه دکانهایی است برای جلب نظر خارجی، برای گرفتن پول و برای هر شبت که نشان دادن قدرت. به عقیده من اینا به هیچ عنوان مصبر استمر نیست. اعتقاد من اینه که ما 2 میلیون ایرانی در خارج کشور، البته ما آمار صحیح ندارم، اون چیزی که میگم داریم، اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان خارج کشور که اصیل هستند، آواره هستند، وطن میخواهند، آرزو دارند برگردن به وطنشون، اینها تماشاچی هستند تا این تاریخ. تماشاچی هستند و هیچ وقت داخل در صحنه نیستند. یعنی شما فکر میکنید که آگاهی کامل ندارن؟ نه، اینها بدونید آگاهی دارند، آگاهی کامل دارند، اما تا به حال اپوزیسیون تشکیل ندادن. چون اپوزیسیون یعنی اون نیرویی که بتواند با یک رهبری دست جمعی که اون رهبری دست جمعی قابل قبول باشه. چون ملاحظه فرمایید الان هر صحبتی که راجع اپوزیسیون میشه شما همیشه صحبت یه آدم میکنید. اپوزیسیون این نیست، اینا بانده. اپوزیسیون عبارت است یک نیرو و یک قدرت اجتماعی. اعتقاد من بر این مبناست که در درجه اول، البته به تمام معنا دیره، ولی در درجه اول کوشش ایرانیان خارج کشور، جوانها، دانشجویان این استش که متشکل بشن طبق یک برنامه معین و مشخص و مبارزه به معنای واقعی فداکارانه و ایثارگرانه داشته باشن. و اگر احیانا این اپوزیسیون با داخل ایران ارتباط نداشته باشه و حرکتشو با مردم ایران هماهنگ نکنه، این مفت نمیارد. برای چی؟ برای اینکه قاطبه مردم ایران که در بدبختی هستن، در بیچارگی هستن، در رنج هستن، عزادار هستن، اینها در ایران هستن. 2 میلیون آدم هستن که آمدن خارج. چطور بنده میتونم در یه هتل 4 ستاره بگیرم بنشینم و عرشبت که قصه بخورم برای مادری که بچهش مرده؟ این آیا دلغچ بازی و مسخره بازی نیست؟ چطور من میتونم عرض شود که مصاحبه بکنم با 2 تا روزنامه روزنامه خارجی و برای مردم قحطی زده رنج بکشم؟ این درست نیست، صحیح نیست. و این دکانه، این مبارزه نیست، این یه دکانه. قدم اول این استش که این اپوزیسیون تشکیل بشه
قدم دوم این استش که این اپوزیسیون کارش دوتاست. اول بیدار کردن وجدانهای خواب‌آلود مردم جهان، نه دولت‌ها، چون دولت‌ها کاملا میدونن منافعشون هم بسیاری از این دولت‌ها در این است که همین رژیم رو حفظ. خب قدم دوم ارتباط مستقیم با ملت ایران برای هماهنگی با اونها و ایجاد نفوذ در اونها صادقانه، به طوری که بشود ملت ایران رو برای یک قیام عمومی آماده کرد. و این مسئله ای که گروه ها اهم از چپ از راست تصور بکنن به این که به تنهایی می توانند با رژیم خمینی مبارزه بکنن، به تنهایی می تونن رژیم خمینی بیانزن، به تمام معنا بیهوده و بی اثره. قیام ملت ایران باید همون قیام انقلابی زمان شاه باشد، یعنی یک قیام یک پارچه. تنها قدرتی که می تواند خمینی رو ساقط بکند قیام یک پارچه ملت ایرانی، و این امکان فراهم است و این رسالت و وظیفه اپوزیسیونی است که در خارج کشور به وجود بیاید با یک رهبری دست جمعی، و این اپوزیسیون در راه ایران، نه این که بگوید حکومت مال منه، نه بر سر به اصطلاح نزاع بر سر باد هوا بگیرن بنشینن صحبت کنن، نه بر سر این که رژیم در آینده من عقیدم این است اون عقیدم این است. رژیم ایران رو باید مجلس مؤسسانی که نمایندگان ملت ایران در آینده هستن بگیرن بشینن رژیم ایران رو اونها باید بر. ملت ایران باید تعیین کنه. مگه من قیم چهار نفر آدم اینجا گرفتن نشستن در بحث های سالونی یا جمع میشن یا چهار تا روزنامه منتشر میکنن و از طرف ملت ایران صحبت کنن، و ملت ایران در داخل ایران نه اینا رو میشناسه، نه با اینا ارتباط داره، نه اینا رو آدم حساب میکنه اصلا که اصلا به حرف اینا گوش کنه. کاملا صحیح. اونها در مسیر خودشون هستن، اونها در عرض شود مبارزه خودشون هستن، اونها در رنج خودشون هستن، اونها در گرفتاری خودشون هستن. ما اگر میتوانیم باید به اونها کمک کنیم، ما اگر میتوانیم در راه اونها باید ایثارگری کنیم، ما اگر میتوانیم باید در راه اونها گذشت کنیم، و الا این دلقکبازی هایی که بریم اونجا مصاحبه کنیم و اونجا هم اعلامیه بدیم و اونجا هم عکسمون رو چاپ کنیم به دیوارا بچسبونیم. آخه مرده نمیدونم به این که این خارجی ها به این که عکس بنده رو به دیوار ببینن چه نتیجه ای دارد. من این پول های زیاد که اینا از این و اون و عرب و عجم و اینا گرفتن اینا رو خفش رو کرده، هم به خودشون هم مشتبه شده. این دردی بیدارمون، این اعتقاد بنده است راجع به آینده ایران. پس با لغت دیگه شما به اپوزیسیونی که در پاریس دوره هم جمع شدن اعتقاد ندارید؟ بنده عرض میکنم اپوزیسیون نیست. آخه باید یه چیزی باشد که البته بنده اینو عرض کنم، اگر احیانا مسئله به این است که مخالفت با خمینی فقط میتونه هدف باشه، هر رجاله فاسدی که مملکت ما رو به این بدبختی و بیچارگی انداخته امروز مخالف رژیم خمینی است، همون هایی که ایران رو به این بدبختی و بیچارگی انداختن امروز مخالف. بنابراین مخالفت با رژیم خمینی که ملاک عمل نیست، هدف نیست، هدف مشترک نیست، چون یه چیزی اینا برداشتن بهانه کردن، هی میگن وحدت وحدت وحدت. وحدت با چی؟ وحدت برای چی؟ برای این که عرشبت که آقایون نشون بدن به این که بله ما طرفدار داریم، ما فلان داریم. خب این عواملی که الان جمع شدن اینجا به نام اپوزیسیون، اینا موقعی که قدرت دستشون بود، دولت دستشون بود، حکومت دستشون بود، هیچ غلطی نتونستن بکنن. حالا خلع سلاح آمدن اینجا میخوان ایران رو بگیرن، اونم با قدرت خارجی، با چشمک زدن به خارجی. بنده نمیدونم ایران و اینا چرا به چه مناسبت، مگر بگم نفع مالی، نفع مالی در کاره. و الا این مسائل یعنی چه؟ این ایرانی که اینا ساختن، این ایران اصلا چهرش کریهه، این ایران اصلا با اون ایرانی که ملت ایران درش زندگی کرده اصلا هیچ وجه تشابهی نداره. این عقیده بنده است. از ایمیل های شما اینطور برمی آید که چگونه این مصاحبه ها در سالهای دور ضبط گردیده. من قبلا اشاره کردم که این مصاحبه ها متعلق به برنامه تلویزیون ایرانیان است که 35 سال پیش در لس آنجلس پایه‌گذاری شده. بله، IRTV که اولین برنامه تلویزیون خارج از کشور است، در لس آنجلس
پایگذاری شده ولی لس آنجلسی نبوده. در برنامه های آینده به این مهم نیز خواهیم پرداخت. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.